پرسپولیس ایران از دوحیل قطر نبرد قهرمانان برای صعود. قهرمان ایران و قهرمان قطر برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به پیروزی در این نبرد نیاز داشتند. پرسپولیس و الدوحیل در هفته پنجم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در گروه سوم از ساعت 18:30 دقیقه امروز به مسافه هم رفتند. این دیدار در ورزشگاه ایجوکیشن سیتی قطر و در روز دوشنبه 31 شهریور 99 برگزار شد. پرسپولیس و الدوحیل قطر در حالی به مسافه هم میرند که دو تیم برای صعود مرحله حذفی به پیروزی در این بازی نیاز داشتند. پرسپولیس که تا چند هفته پیش امیدی به صعود نداشت، با دو پیروزی برابر تعاون عربستان حالا سرنشین گروه بود و اگه این بازی رو پیروز میشد صعودش قطعی بود و باید برای سرنشینی میجنگید. سرخا در هفته اول برابر الدوحیل با نتیجه 2-0 شکست خوردند و در هفته دوم نیز با نتیجه 2-2 برابر الشارجه امارات متوقف شدند. ولی سرخ‌ها در بازی سوم و چهارم نیز با نتایج 1-0 التعاون رو در دو بازی پیاپی شکست دادن تا در صدر گروه قرار بگیرن. پرسپولیس هم اکنون با 7 امتیاز در 4 بازی صدرنشینه و امیدوار بود تا با کسب پیروزی و گرفتن 3 امتیاز این بازی صدرنشینیش رو قطعی کنه. پرسپولیسی ها در فصل نقل و انتقالات تغییرات زیادی داشتن و 5-6 بازیکن جدید در ترکیب خودشون دارن. شاگردان گل محمدی پس از بازی الدوحیل به مسافه الشارجه خواهند رفت. و اما در اون سوی میدان الدوحیل قطر با 6 امتیاز در رده سوم جدول جای داره. قطری ها در بازی نخست پرسپولیس رو با نتیجه 2-0 شکست دادن و در بازی دوم نیز به نتیجه 2-0 به التعاون عربستان باختن. الدوحیل در بازی سوم با نتیجه 2-1 شارجه رو شکست داد و در بازی چهارم با نتیجه 4-2 از این تیم اماراتی شکست خورد. الدوحیل که قهرمان فصل گذشته قطر بود برای بازی با پرسپولیس مهدی بن عطیه رو در اختیار نداره. مدافع الجزائری الدوحیل در بازی با شارجه اخراج شد و در بازی با پرسپولیس محرومه. یکی از نکات جالب این بازی تقابل رامین رضایان مدافع ایرانی الدوحیل با یاران سابق خودشه که میتونست دیدنی باشه. پرسپولیسیا در طول این بازی به صورت ویژه حواسشون به این بازیکن بود. کمال کامیابی نیا هم ابراز امیدواری کرده بود که همتیمی سابقش فردا نتونه عملکرد خوبی جلوی پرسپولیس داشته باشه. خبر خوشحال کننده برای تیم الدوحیل بازگشت ادمیلسون و کریم بوزیف دو بازیکن کلیدی الدوحیل بود که دو دیدار قبلی برابر الشارجه رو از دست داده بودن. اونا به شرایط بازی رسیدن و میتونستن در دیدار برابر پرسپولیس به میدان برن. تا آخرین لحظات خبر از خارج شدن آل کثیر از ترکیب اصلی پرسپولیس میدادن. پنالتی درد سرساز برای مهاجم سرخ‌ها بالاخره گویا کار خودشو کرده بود. مهاجم پرسپولیس دچار آسیب از ناحیه انگشت پا شده بود و در جدال با الدوحیل در ترکیب اصلی حاضر نخواهد بود. آل کثیر که در صحنه‌ای برای پرسپولیس در جدال با تعاون پنالتی گرفت، از ناحیه انگشت پا دچار آسیب دیدگی شد و شرایط به شکل پیشرفته که در دیدار امشب به صورت فیکس نمیتونست به میدان بره. البته این بازیکن در لیست بازیکنان پرسپولیس قرار داره و احتمالاً دقایقی میتونست فرصت حضور در ترکیب رو به دست بیاره. و اما معصومیت بد موقع مدافع چپ پرسپولیسی ها خبر بسیار بدی برای هواداران این تیم بود. مدافع چپ پرسپولیسی ها سعید آقایی در آخرین تمرین این تیم دچار آسیب دیدگی شد تا جدال امشب تیمش رو از دست بده. سعید آقایی که در دو دیدار ابتدای این تیم مقابل التعاون نمایش خوبی از خودش به جای گذاشته بود، به دلیل کشیدگی کشاله بازی امشب مقابل الدوحیل رو برای پرسپولیس از دست داده بود. اون امروز پاسخ امارای و مدت زمان دوری خودش از ترکیب و تمرینات گروهی رو دریافت خواهد کرد. این اتفاق در حالی می افتاد که مصدومیت محمد نادری، محسن ربیخا و محمد انصاری سبب شده بود تا سرخ‌ها فقط سعید آقایی رو به عنوان تنها دفاع چپ تخصصی در فهرست خودشون داشته باشن و حالا با آسیب دیدگی او مشخص نیست که گل محمدی چه تصمیمی رو خواهد گرفت.
پیشتر وحید امیری در بازی‌های لیگ به عنوان دفاع چپ نقش آفرینی می‌کرد و شاید دوباره تصمیم یحیی گل محمدی جایگزینی آقایی با امیری باشه. همچنین شجاع خلیل‌زاده هم توانای بازی در این پست رو داره. همچنان که خبرهای بعد رو در مورد پرسپولیس به اونا میدادن، نکته امیدوار کننده این بود که خبر اومد که آل کثیر میتونه تیم پرسپولیس رو در برابر الدحیل همراهی بکنه. بعد از مصدومیت سعید آقایی و ابهام در خصوص حضور عیسی آل کثیر برابر الدحیل، هم حالا گفته شد که مهاجم جنوبی این تیم مشکلی برای همراهی اونها نخواهد داشت. پرسپولیس در خط دروازه لک رو داشت که در اندیشه سومین کلینشیت پیاپی بود. دروازه‌بان 29 ساله پرسپولیس که در دو بازی نخست لیگ قهرمانان آسیا فیکس بود، در سومین بازی خودش هم به میدان رفت و امیدوار بود که یک کلینشیت دیگه رو این بار مقابل حریف قدرتمند و مدعی کسب بکنه. او در بازی رفت مقابل تعاون عملکرد درخشانی داشت و سه مهار رو به ثمر رسوند. اما در بازی برگشت خط دفاعی پرسپولیس اجازه حمله و موقعیت خاصی رو به حریف عربستانی نداد. در خط دفاعی معادلات پیچیده با مسئولیت آقایی وجود داشت. سید جلال حسینی مدافع شماره 4 پرسپولیس که در دیدار قبلی عملکرد مطلوبی داشت، در این بازی فیکس بود و با محمد حسین کنعانی زادگان زوج خط دفاعی میانی رو تشکیل داده بودند. و در سمت چپ و راست نیز سیامک نعمتی و شجاع خلیل‌زاده هستند. و اما در خط هافبک پرسپولیس دوباره با خط هافبک 4 نفره به مسافه حریف خودش رفت و تغییر رو در این منطقه از زمین نداشت. میلاد سرلک، کمال کامیابی نیا، احسان پهلوان و بشار رسن 4 بازیکنی هستند که در این منطقه کلیدی به میدان رفتند، جایی که احتمالاً نقش مهمی رو در این بازی ایفا خواهند کرد. در خط حمله هم وحید امیری و عیسی آل کثیر زوج خط حمله رو تشکیل داده بودند. و اما نکته جالب در این بازی اینه که سید جلال حسینی احتمالاً بیشتر از دیگر بازیکنان پرسپولیس برای الدحیلی‌ها آشناست. یک روز پس از اینکه تنکاته سرمربی الجزیره در نشست خبری به کنایه پرسید که مگه سید جلال حسینی سوپرمن پرسپولیسه، این بازیکن در وقت‌های اضافه دروازه تیم اماراتی رو گشود تا این بار هواداران پرسپولیس باشن که با کنایه به سراغ سرمربی هلندی برن و با کلید واژه سوپرمن این گل رو به او یادآوری کنن. بازی بعدی در حالی که روزنامه‌های عرب زبان به سید جلال حسینی می‌پرداختند، پرسپولیس برای شکست در بازی رفت مقابل الدحیل وارد زمین شد و اتفاقاً کاپیتان سرخ‌ها دوباره تونست گلزنی کنه تا لقب سوپرمن رو پیش از نام خودش ببینه. سید جلال حسینی با گل خودش در اون بازی تونست پرسپولیس رو به نیمه نهایی آسیا بفرسته.